أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خب بحث ما راجع به کفاره و تأخیر و اینها بود. فرمودن وظیفه بیماری که چندین سال روزه نگرفته، اگر بیماری فردی چند سال طول بکشد بعد از بهبود یافتن، چنانچه تا ماه رمضان سال آینده و مقدار قضا وقت داشته باشد، باید قضای رمضان آخر را بگیرد و قضای سالهای گذشته لازم نیست، ولی برای هر روز از سالهای پیش باید یک مطعم، یعنی برنج، آرد، گندم، نان، جو، خرما، کشمش و مانند آن به فقیر بدهد. خب یک نفر چند سال تکلیف داشته، مریض بوده، خب اینا قضایی نداره، مریض در ماه رمضان مریض بوده، باز تا ماه رمضان دیگه بازم مریض بوده، هیچی دیگه، باز دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال این مریضیش طول کشیده، تمام این سالها دیگه قضایی نداره، ولی بعد از مثلا سال پنجم این خوب شد، این خوب شد، مشکلش برطرف شد. اینال اگر وقت داره باید قضایش بگیره، مثلا در ماه رجب بعد از پنج سال مثلا یک خداوند عنایتی کرد، این مریضیش کاملا رفع شد، یک عملیات شد یا هر چیز. اینال از ماه رجب تا ماه مثلا رمضان وقت داره، قضایی او سال آخر خدا بگیره، او دیگه سالا خلاص شد، ازش بخشیده است، این سال آخر که وقت داره که تا ماه رمضانه قضایش بگیره، ولی بر سالهای قبل قضایی دگردنش نیست، فقط یک مطعم، یک مطعم هم گفتن نه، برنج باشه، آرد باشه، گندم باشه، نان باشه، جو باشه، خرما باشه، کشمش، و این چیزها 750 گرم برای هر روز. که ما تکرار میکنیم چون خیلی ها بازم سوال میکنن از اینا به حساب قیمت بکنن، بازم بعضی ها سوال میکنن که چند میشه، چند میشهش هم در عهده خودشان است که در اولین دوکان برن در کشور که زندگی میکنه، کمی 750 گرم آرد چند است، 750 گرم گندم چند است، 750 گرم نان چند است، اونمونه به حساب سنجش بکنن، یک دلار است، یک یورو است، کمتر است، زیادتر است، میفرسته به حساب برای فقرا. و گفتیم بازم که یک کس وکیل میگیره که برای جای از اونا و به وکالت از اونا این میزی مواد خوراکه بخره و برای فقرا توزیع بکنه، یا گندم بخره، یا آرد بخره، یا جو بخره، یا نان بخره، خب اینا رو ببره بعد فقرا توزیع بکنه. نمیشه اون نفر در خب اصلش همی است، اصلش یک مطعم، ما دیروز هم عرض کردیم که یا مثلا غذا میته یا طعام، یک مطعم 750 گرم است، 750 گرم گندم یا برنج یا هر چیزه، یا مثلا اگر میخواه که ایره بر فقرا غذا بته، او دیگه باز معیار نیست که به حساب که 750 گرم یا 100 گرم یا 200 گرم، که یعنی یک نفره یک واده سیر بکنه، یعنی مثلا میگه در افغانستان میگه یک خوراک بیار، در ایران میگه یک پرس بیار، اونم یک پرس غذا یا یک خوراک غذایی که اون نفر سیر میکنه، حالا هر نوع غذایی باشه اونم درست است، اگر که نه غذا نمیته باید اونم 750. ولی حالا دیروز هم اتفاقا یک سوال کرده بود که میگفت گندم چند رقم است، خب اون که به حساب ما بگیم واجب حداقلش بگیره، ولی هر چقدر خوبتر بته، بهتر بته، بیشتر بته، خوب ثوابش بالاتر است، تو نیست؟ بله؟ نه خب میگم یک چیز ما واجب میگیریم، مثلا واجب نماز ما، مثلا نماز صبح دو رکعت واجب است، اما 11 رکعت نماز شب به حساب مستحب است، گفته شما درست است، یعنی واجب بسیار کم میگیره که امو حداقل امو یک نفره که به حساب حال افغانی بگیم بسیار بی غیرت هم باشه امو رو بتانه انجام بده، ولی هر چقدر زیادتر بکنه
بهتر از ثواب زیاد است. بیاره به حساب همونطور که سفره در خانه خود میچینه، دو سه نوع غذا میمانه بر فقیر هم تو بچینه، بر فقیر هم بچینه، که بالاخره ما شما که سیر هستیم که وام بالاخره باز یک ماه دو ماه یک چیز بخوره. حال بعضی هست مثلا سرانه گوشت، مثلا یکی از کشورها را شنیدیم من رو صبح من سمین میکنم در سال 15 گرم است. در سال سرانه مصرف گوشت بعضی از کشورها 15 گرم، یعنی یک نفر در کل سال 15 گرم گوشت میتونه مصرف بکنه. خوشمایی بینین سرانه گوشت، ما کیلو کیلو گوشت او سمندازیم. خب اینا روز قیامه سوال میشه که چی کردی به حساب این دیگر انسان نبود که در کل سال سرانه، یعنی سرانه گوشت که میگن مثلا بعضیا برش در سال نیم کیلو میرسه، بعضیا یک کیلو، بعضیا شاید اون 15 گرم هم نرسه، یعنی میانگین میسنجن دیگه که اینمی کشور با اینمی نفوس خود چقدر گوشت در سال مصرف میکنه، اون رو ضربه همون نفوسش میکنه که شاید یک بعضی اصلا هیچ نرسه دیگه حساب 15 گرم هیچ چیز نیست دیگه. خب یک نفر دیگه که در پالوی 30 گرم مصرف کنه پولدارتر باشه، خب به ازی هیچ نمیرسه. این حال به حساب بر فقرا بله، لذا انسانهای متدین و مؤمن بودن، یعنی ما در چشم خود شاهد بودیم که مهمانی که میکردن، خب اولیای کابل کلان هم بود، میرفت از مثلا در کارتیسه یکی از مؤمنین بود، میرفت کلگی مشغول پست پخت و غذا و مهمانی و به حساب که باش که چیزی ها، این میرفت در همون پل سرخ هر کسی یاد تمام اونم کارگرها رو کلش جمع میکرد، بیاین نان تانو بخورین باز برین سرکار وقت چاشت مثلا، کل از اونا رو کل به حساب بچه های شدگیش به فکر میمانا بودی، به فکر یعنی فقرا و کارگرها رو میآورد عزت میکرد، میگفت اول اینا رو نان بده، اول میگفت از گل نان به حساب برنج و قرمه و دیگه و دیگه، میگفت اول اینا رو بده یه تو نشه به حساب که اول پول دارا و به حساب آجیا و ریش سفیدا و کلانا رو بده، باز آخر که هرچی که ماند، میگفت اول از گل نان و از اول نان به حساب اینا رو بده، بعد از باز آجیا و اینا رو. خب اینطوری هست، بله باید ما به فکر فقرا باشیم. خب کفاره بیماری دائمی، سوال کردن از 5 سالگی به روماتیسم مبتلا هستم و به طور دائم دارو میخورم و همین علت هیچ سالی روزه نگرفتم، آیا باید کفاره بدهم؟ بله، اگر به علت بیماری روزه نگرفته اید و بیماری شما تا ماه رمضان آینده استمرار داشته باشد، روزه هایتان قضا ندارد، ولی برای هر روز باید یک مد طعام به فقیر بدهید. واقعا بعض چیزها را آدم میبینه میشنه. ما رفتیم بریزبن، نمیفهم چند دو ماه پیش بود کی بود، رفتیم یک رستوران لبنانی بودک در اون پیش حسینیه که من رسیدم به حساب بعد از ظهر، هم بچه ها گفت بیا خواه یک نان میخوریم باز میریم حسینیه، میشه که شب برنامه طول بکشه چاشتم نان نخوردی، من هرچی اصرار کردم که نه نمیریم، اینا گفتن نه بیا، باز من گفتم خیلی من ویجیتریان هستم، من از غذای چیز لبنانی اسلامی بود ولی سر گوشت هیچ کس اعتبار نیست، باز ما همو یک قسم چیزهای فاصولیه و بامیه و چیزا سفارش دادیم، گرچه اسلامی بود، یعنی در اونجا در اون رستوران کلا اسلامی بود ولی در اسلامی شما آدم شک میکنه تا یقین نکنه. خب ما همونجا غذا میخوردیم، داشتیم غذا میخوردیم، یک دفعه کم یک خانم بسیار جوان و خوب و که باهاش صحبت هم کردیم در پشت میز بود، یک دفعه یک آه کشید افتاد همینجا، یک خانواده دیگه مثلا مسلمان بود، او نفر اصلیش در پشت سر داشت پس خانه کار میکرد، این خانواده خود گفت بازی خانوادهش دوی دوره گرفتن و باز اون نفر صدا کردن آمدن، گفت آیی تشنج داره، یعنی خانم سرحال سفارش ما رو گرفت دیگه که جوان کل چیز یک دم یک دم روی زمین افتاد، خود تشنج است. بعد اون نفرش آمد نفهم چی کارا کرد و همونجا بالش تمان، باز ما یک ساعت دیگه هم که همونجا نان خوردیم و بر آمدیم و چی کردیم، او همونطور متشنج بود، چی همونطور قرار خواب بود دیگه، بدنش اول بسار میلرزید و چی میشد، باز قرار خواب بود، میگفت دیگه 2-3 ساعت باید خواب باشه. خب اینطوری هست. خب مثلا بعضی از اینا رو سوال کردن که اینا باید دارو مصرف بکنن دائم در روز شب، خب مثلا سرحال هست چی هست، ولی ما در حساب افغانی میگفتیم مرگی میگیرنه، یک دم داری بازار میفته با
باز یک بنده خدای دیگه هم گفت بله از ما همینطور، خواهر ما همینطور، در هر جای تابال چندین دفعه رفتم مثلا پرده رو بند کنه افتاده، او که نمیفهمه دیگه، در سر آتش افتاده، در سر اینا رو به حساب آدم وقتی که میبینه خدا رو باید شکر بکنه که خدای به حساب این مرض ها رو بر ما ندادی. در راه راست میره طرف میفته، در بازار میگه افتاده، در تمام جای افتاده. خب اینا مثلا بیمارای دائمی است، هیچ تون سرکار، کل عقل و هوش فراست کل چیز، ولی اونطور یک مشکل دارن. خب اینا هم باید ما شکر بکنیم خداوند به حساب ما رو سالم آفریده، یه طور مریضی ها رو نداده. و همی که به حساب بوده که بندای خدا درسته میتونه روزه بگیره، ولی باید دوای خدا بخوره، خب بر مثلا چند ساعت باید دوای خدا بخورن. اینا دیگه به حساب بیمارای دائمی گفته میشه، اینا دیگه روزه گرفتن نمیتونه. بله دولت آدم یقین نداره، حتی هم نان خامش بریتش، بله بله بریتش شاید دپای خمی کنه، شاید چایگیزا دسته خود تا اینجا بله. اینال به حساب همینجا، به حساب وقتی که ما میگیم مال بعضی از سوالات ها میایه که ما این کار چطور بکنیم دیگه، میگیم اصلا زندگی کردن در کشورهای غیر اسلامی، آی سیستانی گفتم مثل اکل میته است. اکل میته یعنی چی؟ یعنی یک نفر اکل میته در حساب شرعی یعنی در یک بیابان ماندی و دو روز سه روز چهار روز به حساب هیچ چیز نخوردی، اونجا یک خوک مرده، یک خوک خود مرده است. یعنی خوک اصلا کردیم ما که عموزه یک جای نوشته کرده بود، میگه که یکی از علما گفت ما در کانادا بود کجا بود نوشته کرده بود که خنزیر حلال، خوک حلال. حالا نمیفهمم جوک میگه یا راستی هم اینطور بود. خب حالا خوک خودش که در رقم باشه به حساب نجس است و به حساب ما نمیخوریم، در حالی که به حساب او خودش مرده باشه که بیخی بعد ما میه. خب در اونجا افتاده، اینال چی بکنیم؟ چه قبا کراحت ما از او بخوریم؟ خب بسیار دیگه، یعنی که دیگه در حد مرگ به حساب، یعنی بیخی دیگه اینال ببینیم که مردیم مجبور هستیم دیگه مو هر چی که هست به حساب بخوریم. عالم اینوال ما امیر میخواییم بگیم، یعنی زندگی واقعا به حساب بر یک انسان مسلمان معتقد خیلی سخت است اینجا. نه خدا بگیره بچه چطور میشه نوجوان شد، اما بر ما بسیار خانوما اینا تلفن میکنن میگه ما چطور کنیم بچه های ما میره به حساب در مکدونالد و در جای داخل میشه. خب اینا گرفت خود آدم احتیاط کنه، بچه نمیشه، بچه رو بگیری نواسه نمیشه، نواسه مثلا از جله چیزا میخورن، جله و اینا به حساب چیزای حرام دامنش است، از چی جلاتین داره، از استخوان خوک و چیزا هم بعضن داره. خب منظور است که تا جای آدم که اگر بتانه احتیاط بکنه، تا جای احتیاط، ولی اگر خانواده رو میشناسه که اینا خودشان محتاط است، ولی اون احتیاط دیگه لازم نیست اونجا. ولی ما خانواده رو میشناسیم که حتی خودشان به زبان خود میگه از الدی و از ای ولورس اینا گوشت میگیرن، شیام هستن. میگن نمیفهم که او چه قسم حلال است، یعنی حلال بودن از او بسیار سخته. انال حلال بودن سخت است که ما بسیار گوشت بسیار احتیاط داره. این نفر را که من میگم خودش واضح گفته بود که در بریزبین آلمان غیر نام میگیریم که چیز نام ایالت رو نباید بگیریم. خب این خودش به حساب گفته بود وقت استرالیا آمدی پشت از این گپاش چی میگردی که اگه تو پشت گوشت حلال میگشتی خود همون ایران میشیشتی، در پاکستان میشیشتی. خب یعنی هر که خودش قبی اعتیاد باشه که خودش در زبان خود میگه وقتی پشت حلال میگشتی در اینجا نمیامدی، در حالی که حال چقدر سکشنهای حلال و دیگه درست کرده. و آدم اگر بخواد تحقیق بکنه و مثلا میبینین که الان بعضی از مؤمنین خودش کشتارگاه داره، آدم تلفن میکنه میاره بسته گوسفند بر آدم که خوب صحیح آدم یقین ثابت است، احتیاط میکنه.
ولی به حساب اینطوری هست، یک من یک خانم حالا بحث دیگه طرف رفت، بازم برای من کسایی که در این کشور زندگی میکنه بسیار مهم است که گوشت. یک خانم میگفت میگم من کار میکردم نه فامیلی، یک دفعه دیگه هم گفتم نگفتم، گفت در خانه یک دکتر که زن و شوهر هر دوش دکتر بوده، خب این غذا می آورد ما هم غذا رو می خوردیم. یک دفعه دیدیم گفت که کتمه امو خانمش رفت خرید، که من ایرم سوال می کردم که گوشت چطور است، میگفت نه ما از میرم از دکانه های همشهری های شما می گیریم، اینطور از کجا می گیریم، فهمیدم که اون از دکان از اونا که بگیره درسته. یک روز به حساب گفت رفتیم کتش که دیدیم که ای رفت از امی فروشگاه های نیفم که علی از کجا و کجا گرفت. من گفتم خود تو این تو گوشت میری؟ گفت نه من ای را بر خود میگیرم، بر خود میگیرم، بر تو که باز ما پخته کردیم ما از او چی میگیریم. خب اون که بیسا وقتی که تو یک قیتیاتکار هستی که بیسا بر خود از این میگیری بر مال نمیشیم بر جدا بگیری. گفت دیگه من هم از او گوشت از او نخوردم. دیگه تعارف نداریم، وقتی یک نفر که تو بیتیات هست باید ما تا یک امو شیخ علی مهدی و حساب و شو که آمده بود، نه شما بودیم بودیم جمعه شب، گفت یک چیزا رو باید ما دیگه ساکریفایس کنیم به حساب، دیگه نمیشه چاره نیست که از اینکه دین و ایمان خود تباه کنیم به یک لقمه گوشت که انسان میخوره حرام باشه به هفت نسل تاثیر میکنه. ای بعضیا که از نماز گریزان است، از مسجد گریزان است، او دست خودش نیست. ما چندین دیشب هم گفتیم او دیگه لقمهش به اصطلاح نه ای که دزدی کرده، این بیچاره به حساب یک مکنونار داده خورده، یک دیگه خورده، هر کار میکنه دیگه نه در مسجد آمده میتونه نه نماز خوانده میتونه، چون او سیستمش خراب شده. دیشب هم میره گفتیم، دیشب هم گفتیم مثل عزیز که در موتر که تیل پترول میخوره تیل دیزل پرتی، موبلین پرتی، او دیگه کل انجین خراب کرده، او انجین خراب میشه دیگه، انجین ما مونم خوراک ماست. خب وقتی که به حساب این رفت در رگ و پوست و پی و اینا تا این پاکسازی سیاه بسیار گپ میشه. بله. یکی از کسابا به نمی ساها سایم فریش پولتری رزده بود، خواه اما منیجر کلانش آمده بوده پیش بچه های ما کتش گپ زده و پرسان کده که از کجا از گشتی میگیره، گفته نی برو سایم نشست بازو رو گفته تو نیا کتی من رفتم این رفته از بالا سنگ کده بوده، گفته که گوشت از کی میگیری؟ گفته از فریش پولتری. گفته در کجا تو از فریش پولتری میگیری؟ من منیجر شد من آمرش هست تو از ماز کجا میگیری؟ من از سانیتا پیش شوزر میگرد تمیر نگی از پیش من آه او قپور روح میده از پیشش گرفت آه دیگه در یه ساب که باشه ما چطور؟ نو مسئولیت از یک مسلمان میخواد. مگرم مالکش کریشتن یا هندو یا سکت آه بله ما بخوریم کلال است آه بخوریم نه یعنی بشتقه در سایم کلال فرمید بله و مالکش کیست؟ یک سکت آه چیز است کریشتن است بله یا مسلمان است این رستوران یا فقط فروشنده است؟ آه فروشندهش کی است؟ نه فروشنده گوشته یا که به حساب رستوران است رستوران که نمیشه دیگه بله ما اینا گفتیم اینا رو باید خیلی مهمه که ما باید بحث بکنیم برای کسایی که کشورهای غیر اسلامی یک دفعه گوشت حلال است یه مالکش یا یکی که پخته میکنه اینی آدم به حساب حال پاکی و نجس سر خبر نداره گوشت حلال بگردین چهار مشکل است ها چهار جا مشکل است بله ها این مشکل است شما گفتید که کسی که اگر فرض نفس ما خراب شد بله گوشت ما نفسش خراب شد بله خب چاره‌ش که الحمدلله ما دیشب هم در یک جای میمان بودیم همینجا بسیار گپ شد گفت قدیم بسیار در استرالیا مشکل بودک که گوشت حلال پیدا بکنیم بسیار مشکل بودک بسیار سکشنای کمی بود ولی الحمدلله الان خیلی زیاد شده یعنی اگر آدم یک کمک دقت بکنه پیدا میتونه زیاده الان میشه سابق نبود سابق که نبود یک وقت از انسان اشتباهی میخوره و نمیفهمه آه بله بله آه بله یک وقت است که آه بله یک وقت است که آدم نمیفهمه او مشکل نداره یک وقت است که الان میفهمه و میتونه مثل الان را میتونه به حساب که بگو یکی یک تحقیق بکنه یک گوشت حلال پیدا بکنه
الان مثلا بر کس عذر نیست. قدیم بله مشکل بوده، خب کسایم هم نمیفهمید که چطور هست، همین ساینه که میدید. الان به حساب خوب بحث پیش آمد که در تمام کشورها که برنامه میبینه بگویم در ساین حلال. الان ما یک دکان رفتم گفتی ساین حلال $100 است، $100 که بیتی برات یک ساین حلال میته برای یک سال توره میته، این میجه بزنده پشت دیوار. هر چیزی هم که فروختی او نمیاد تحقیق بکنه، اون نفر حلال از پشت از او نمیده و که تو از کجا میخری از کجا نمیخری. او یک مؤسسه است، یک شرکت است، بر دکانی که خواست یک مور میزنم نوشته میکنه حلال. بله کار کنه تمام زندگیش با پولی دوامه شد، هیچ کسی نمیتونه بگه افغانستان و پاکستان مثلا نه استمپ رسمی دولتی شما اگر آوردن ما $1,000,000 بر شما میگه. نه الان ما حساب همین آجی صاحب که میگن استمپ رسمی اصلی ده اگر آوردن شما چند تا کمپنی مرخای دو تا پستوری شد دو تا پست دیگه میکنه پیسیش کم از گردش میکنه. نه اینال آیی صاحب که امیره که گفت به عنوان شاهد زنده و همینجا موجود که دمیش منطقه خود ما و شما که اینجا زندگی میکنیم و خود منیجرش آمده به حساب میگه که تو این ساین ما را زدی ولی گوشت از دیگه کسا میفروشی. خب او حتی ای قپور رو بوده که میگفته نه خیر همین ساین تبان، که در حالی که به حساب این منیجر باید میرفت شکایت میکرد در محکمه که ای از ساین ما استفاده کرده و این همه سال یا این همه مام فروخته. لذا به حساب بر حالا ما دیگه کشورها نمیگیم، ولی در استرالیا حداقل در سیدنی و ملبورن هیچ عذر بر هیچ کس نیست. حالا دیگه هر کس منطقه خود ببینه هیچ عذر بر کس نیست، چون آدمای متدین در اینجا موجود است. آدمایی است که خودشان کشتارگاه دارن، حتی آدمایی است که خودشان میرن به چشم خود میبینن. اگر آدم میتونه بسیار واضح بگه که به حساب یک گوسفند بر ما بیار، ما که در اینجا زندگی میکردیم ما همینجا که زندگی میکردیم با خانواده، ما همیشه مثلا یک دانه گوسفند میخریدیم اما از اون جاهای اصلی تکه تکه میکرد در یخچال میمانیم، دو ماه سه ماه چهار ماه از اون استفاده میکردیم، بسیار خوشمزه بود چون سفارش خود ما بود، هیچ مشکلی هم نبود. خب این بحث خیلی زیاد شد، یک صلوات خواند فرمایید. خواهش بود مثلا یک آدم یک یخچال داره، یک دونه گوسپند باید یک گوسپند داردن بتایید دونه لیگ این دونه لیگ باید برای یک سی ولمون کسا به زناعت شد میگیرم. تقسیم میشه، ما یخچال خرد داشتیم جایی میشه. بله 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 همین مسلمان هایی که هستن اینا سر جای چطور دارن که برای مسلمان بفرید ما مسئولیت مست که از یک مسلمان میخرید. بله مسئولیت آم و تمام بودم میگیرد. بله اون جا میخرید باشم همه حلال بیارم. بله نه اینال به حساب درسته از لا شرعی اشکال نداره، اینه میره که مفامید مسلمان است و گوشتش خریدیم ساین هم حلال نوشته کرده و مسلمان هم است و میشناسیم، الله شرعی اشکال نداره. ولی از اگر واقعا به اصطلاح این گوشتش درست نباشه از لحاظ معنوی سر آدم تاثیر میکنه، مثل یک پترول فروش میگیم تیل پترول میگه من مندازیم، اما در افغانستان بود پترول گت میکنن، پترول خراب بود، چند روز بعد موتر خراب میشد. خب این درسته، یعنی گوشتش درست الله شرعی ای روز قیامت یخن ما رو نمیگیره که تو چرا به حساب چی نکردی، ولی از لحاظ معنوی آدم سست میشه. در حساب دینی آدم به حساب حتی در کشورهای اسلامی به حساب اونایی که یعنی متدین بودن تحقیق میکردن که اینمی رستوران آیا پاکی و نظافت خود درست مراعات میکنه، یعنی چون بعضی هاست مثل که آیی سر گفتن خب این رستوران حلال، حتی در کشور اسلامی گوشتش حلال، کل چیز حلال، ولی شاگردای بوده که خیلی پاکی و نجیسی رو مراعات نمیکنه، چون ما هم باید حلال باشه هم پاک باشه. ایره دو بزن او دو بزن او دو بزن، مخصوصا در افغانستان که آب جاری نبود، نه نل کشی نه، مثلا دیدین که شما او میای پیاله را کلش گرد میکنه یک قطه میته میمونه، یک قطه میمونه میمونه، او که یک گشتو کام خورد او چی میکنه؟ اینال اینی درسته حلاله، مشکل نداره، اصلا ویجیتریان است، اصلا آیس کریم است، ولی چیز نجسه، یعنی او میخوره شاید یک اون دو هم بیای بخوره، یکی دیگه هم بخوره او دم قطه میکنه یا شور نخود.
خب او از بعد علاوه که میکروب اینا شکوسه بکن، یعنی چیز این معلوم نیست 50 نفر 100 نفر از صبح میای اینا پاکی اون همین کاسه شور نخواد یک دم دمو چیز میزنه و باز برای دیگه پرتو. حالا پاکستان مثلا یکی دیگه قصه میکرد، یعنی کلا قصه شد امروز، گفت که اومدم سوپ میفروخت برازو چلوغ هم بود بسیار سوپ خوبش میفروخ، مام دمونجا استاد بیم که سوپ بخرم که یک سگ اومد کدم کفگیر خود یک دفعه مو سگ زد باز پس بر دیگه انداخت. خب این طوری به حساب است، یعنی حتی پاکی و نجسی خود نه باید نمی گفتیم بسیار باید احتیاط بکنه که همیشه کم که اگر درست شد به نظر من کل چیز درست میشه. یعنی کمپینیایی که مثلا گوسپندار یا جوار میگم یعنی به حساب حالی که ما برنامه رو میگیم تنها برای مسجد نمیگیم، نه الان به حساب نیا کنین از کل دنیا گوش میکنه، ما یک فرمول عمومی میتیم که در سراسر دنیا مردم ایره میبینن، اکثرا هم در کشورهای خارجی آمریکا و اروپا اینا میبینن که احتیاط بکنن. حال ما غم خود تنها نمیخوریم، لذا به حساب ما باید دقت بکنیم، یعنی دقت کردن بسیار مهمه. دقت بله. خب یک دو سه نکته بگیم، وقت هم بسیار کم مونده، فقط در حد ترجمه بگیم دیگه شبانیم. آیه قرآن کریم سوره بقره آیه 184 میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. میگه ماه رمضان چی هست؟ قداست ماه رمضان این هست که چرا ماه رمضان؟ به خاطر اینکه ماهی است که قرآن نازل شده، بلکه در حدیث داریم همه کتاب‌های آسمانی در این ماه نازل شده، که حدیث داریم که تورات و زبور و انجیل و اینها، مثلا تورات در ششم ماه رمضان، انجیل در دوازدهم ماه رمضان، زبور در هجدهم، و قرآن هم در شب قدر نازل شده است. انا انزلناه فی لیلت القدر. پس عظمت ماه مبارک رمضان در ایست که تمام کتابهای آسمانی به شمول قرآن با عظمت در این ماه نازل شده، که این قرآن هم هدایت است، هم بینه است، و هم فرق بین حق و باطل است. می فرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصم، این ماه که وارد شد دیگه روزه بگیرین، شرحش باشه بر روزای دیگه. و این چیزایی که ما میگیم خب از قرآن هست. میگه و من کان مریضن، کسی که مریض است، او علا سفرین، یا در سفر است، فعدتم من ایام اخر، این دمای رمضان نگیره بگذاره به وقت دیگه خوب شد یا از سفر. حال مثلا برادرای اهل سنت ما کار نداریم، در سفر هم روزه میگیرن. خب در حال که آیه قرآن صحیح و شفاف میگه که اگه مریض هستی یا در سفر هستی روزه تا بان بر یک وقت دیگه، فعدتو من ایام اخر، این که به حساب حدیث نیست که بگیم حدیث درسته، یعنی سای قرآن است. حالا بعضی ها باز دلیل میره که سفر آل راحت شده، خب در اینجا نامده که سفر سخت شما روزه بگیرین، سفر آسانه به اصطلاح روزه بگیرین، سفر سخت اگر بود گفته که سفر مطلق است. برای شما بهتره، شاید اونها فکر ازی هسته که بله. در سفر اگواشن روزه میبینه، نه اینال به حساب. حتی ما در این آیه صریح هست، حتی روایت داریم که در یکی از جنگ ها پیامبر گرامی اسلام در ماه رمضان حرکت کرد، با مو ارتش خود حرکت کرد با اصحاب که میخواستن در ماه رمضان دشمن حمله میکرد، اینا میخواستن برن دفاع بکنن بیرون شهر، اما فاصله شرعی را که طی کردن پیامبر گرامی اسلام گفتن خب متوقف بشین من افطار میکنم، افطار کرد چون از چیز حد سریع خارج شد. یک تعداد دیگه پیامبر را به اصطلاح فالو کرد، به حساب آمد و افطار کرد. یک تعداد دیگه همینطور خشک مقدس نکرد، اونا را نامش عصات مان، گناهکارا. وقتی پیامبر در پیش روی تو افطار میکنه تو چی کار هستی که روز میگفت نه ما خسته نشدیم، تشنه نشدیم، گشنه نیستیم، تقوی از اونا نعوذ بالله به حساب بیشتر از پیغمبر بود. یک عده پیش میفته، اما میگه دایی چیزتر از مادر، اینطوری او خود پیامبر اصل اسلام است. وقتی او خودش میگه و وقتی اگر ما بگیم، یعنی یکی از دلایل بعضی ها مثلا میگه که سفر راحت شده در هواپیما میری،
دموتر میری، هیچ مشکل پیدا نمیکنه. خب یعنی نعوذ بالله، نعوذ بالله، خدا نمیفهمید، پیامبر نمیفهمید که یک وقت سفر راحت میشه. خب اینا رو کلش آدم باید ببینه که اینا یک فلسفه های دیگه پشت سرش است، یک فلسفه های دیگه است. حالا مثلا شاید یک فلسفه باشه که در نفر مسافر است، از کجا افطاری پیدا بکنه، از کجا سحری پیدا بکنه، در کجا بیدار شه و کجا خواب کنه. خب و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. علت شام گفته خدا میخواد آسانی بر شما بیاره، نمیخواد سخت باشه. در سفرام برو روزه بگی، مریض هستی یا میگه که میموری زنده میشی همین کارو بکن. نه دیگه، به حساب خدا میخواد آسانی قرار بده و سختی رو نمیخواد. ولی تکمل العده ولی تکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. خب ان شاء الله باشه بحث بر روزهای دیگر. خداوند ان شاء الله توفیق طاعت و عبادت، دوری از معصیت رو برای همه ما عنایت بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب سلام، من سه بچه‌ام در آلمان به دنیا آمده، روزه نگرفتیم به خاطر که روزه ها دراز بود، یک بار کفاره دادم و روزه نگرفتم، حکمش چی است؟ خب کسی که در آلمان است یا در هر جای دنیا روزه نگرفته به خاطر روزه چی بوده؟ یک بار کفاره دادم روزه نگرفتم. بله آزه آها صحیح، بسیار صحیح، تشکر. آه چشم، تشکر، بسیار تشکر، انشالله سنداد سنداد، تشکر سنداد. ما پخش مستقیم هستیم، ما چه حرفی باشیم اینجای گفتم شما راستی ویژیتی بیرمستیم گوشت رو نمی کنیم. خب بسیار بخشن که ما اینجا دوستا خداحافظی میکرد. خب سلام، بچه هم در آلمان به دنیا آمده، روزه نگرفتم به خاطر که روزه ها دراز بود، یک بار کفاره دارم روزه نگرفتم، حکمش چیست؟ مشکل ندارم، باید روزه را شما در فرصت قضا بکنیم، چون روزه مثل نماز نیست. ولذا حتی خانم ها که در عادت هستن مثلا میتونن نماز نمیخوانن و نمازشون هم قضا نداره، ولی روزه اونقدر مهم است که بله او وقت نباید بگیرن ولی بعدن بگیرن. یا مثلا بچه به دنیا آمده یا بچه به حساب شیر میته یا در رحم هست مشکل داره بر بچه، به حساب ضعیف میشه بچه یا خودش، به هر حال به حساب روزه که نگرفت روزیشه به حساب قضایی. هر وقتی که گرفت اون کفاره رو که شما دادین میتونن دیگه هر وقت سال کم کم یاد داشت بگیرین و روزه رو بگیرین، ولی روزه رو باید بگیرین، قضایی روزه واجبه. سلام، کسی که دو سه روز مریض باشد دوا بخوره چطور میشه؟ باید بگیره یا شبانه بعد از افطار دوا بخوره؟ اگر مریض است و دکتر گفته که حتما در روز بخو و غیر از او چاره نیست، خب روزه دوا رو که در روز میخوره کسی مریض باید خب روزه رو بگیره، یعنی روزه نگیره. ولی اگر میتونه که دوای خود پیش در سحر بخوره و در افطار بخوره و در روز هم برش مشکل پیدا نمیکنه، همین کارو بکنه، مشکل نداره. ولی یک پیچکاری باشه، پیچکاری در روز هم که بزنه، آمپول در روز هم بزنه، اشکال نداره. ولی دوای خوردنی خود باید قبل از سحر اگر میتونه و بعد از افطار بخوره. ولی اگر نه، دکتر میگه حتما هر 8 ساعت بخو که یکیش میفته در وسط روز و غیر از او دیگه رام نیست، باید اوره همون دواره که خورد دیگه خلاص شد، دیگه باید دوایی خدا که خورد روزش هم باطل میشه و لازم نیست روزه بگیره. خب آقای عبادی
حاجی ها فطریه امسال باید چند داد و دیگر روز عید هر شخص مهمان کس باشد، روز اول عید مهمان دار باید فطریه را بدهد. خب فطریه امسال باید چند داد؟ بازم میگیم 3 کیلو را حساب بکنیم دمو که شهر خود، دمو شهر خود که 3 کیلو آرد، 3 کیلو گندم، 3 کیلو برنج چند است، 3 کیلو خرما چند است، از هر کدام که میدادیم میشه شاید در حساب دلار بگیم 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار، هر چقدر که میشه شما دمو روز عید سنجش میکنین که همی چیز چند است، او را به حساب فطریه میشه. ولی خب کسی که مهمان میشه نظر مختلف است. بعضی از مجتهدین مثل آقای سیستانی در رساله جامعش نوشته کرده که در یک شب کسی نفقه خور انسان نمیشه، یعنی به حساب در یک شب اگر در غروب آمد، بعضی مجتهدین میگه در غروب آفتاب شب عید اگر آمد و نان آدم خورد خب این فطریه سرازی میگرده. بعضی ها میگه که اون باید مجتهد خود مراجعه بکنی. بعضی ها میگه غروب آفتاب شب عید اگر آمد نان هم خورد و شو شیشت فطریهش دگردن آدم میگرده. ولی مثل آقای سیستانی اینا میگه که این در یک شب، این اگر یک کسی بیای مهمان و ولو افطار بکنه شب عید بر ما فطریه بگردنش نمیشه. ولی راحت ترینش این هست، حالا که اگه بخوایم نظر کل مجتهدین را بگیریم، که مهمان اگر رفت در خانه یک کس مجبورم بود، مسافر بود دیگه بود، بگه آقا میزبانه، بگه خب حالا اگر چی به گردن من میشه چی به گردن تو میشه، من به وکالت خودت من این فطریه رو میتونم، فطریه مرا نتی، من خودم به وکالت تو میتونم. این دیگه کل مجتهدین در بر میگیره. سلام، کسی که دو سه روز مریض باشه خوابی رو خواندیم فطریه رو هم خواندیم، مشکل بالا بره. خب آقای عبادی گفته به نظر بنده اگر گوشت یا مرغ روی بسته بندیش حلال نوشته باشد درسته. ای دیگه نظر شماست دیگه، نظر مجتهدین نیست. نظر مجتهدین این است که باید تحقیق بکنه. مثلا حتی در کابل یک قسم گوشتای می آمد از بریزیل، نظرش نوشته میکرد حلال، ولی شیعیان نمیخوردن، اون اهل سنت میخورد به خاطر که نوشته است یک تاپه حلال. چون ما باید تحقیق بکنیم که آیا واقعا این حلالی که نوشته کرده حلال است یا چه قسم حلال است، یا مثل یک مرغ را خلاص آورده از بریزیل یا از هر جای دیگه. لذا ما نمیگیم که چیز بگیم که الله شریع حلال شد، ولی این که در نفس انسان کار میکنه و در نفس انسان کار میکنه و باز او آثار داره دیگه، اوش باز در گردن خود آدم میشه که اگر گوشت واقعا حلال نباشه و ما فقط اکتفا بکنیم به یک ساین حلال. خب در مورد فطر روزه معلومات بدید. فطر روزه که هنوز وقت است، من تا بازم میگم که اگر کسی شب عید واجب میشه فطر روزه، 3 کیلو آرد گندم قیمتشه برای فقرا میفرستین. خب دیگه کی؟ دیگه باشین. سلام علیکم، آجا من مشکل کلیه دارم. خب آقای سجاد خاوری میگه مشکل کلیه دارم. مشکل کلیه کسی که داره به دکتر مراجعه میکنه، دکترم نظر میده که میگه که روزه بر تو مشکل داره، تو باید دوای ماو بخوری. اگر نمیره به حساب بر ما گفت و ما احساس میکنیم که او نمیخوریم، کلیه ما درد میگیره یا مشکل پیدا میکنه، لذا باید نباید روزه بگیره. یعنی روزه تنها در این نیست که من تواناییش دارم، نظر متخصص هم در اینجا شرط است که متخصص مثلا بعضی هاست یک نوع مریضی هایی داره مثل مرض شکر یا مرض های خاصه که اصلا احساس نداره، میگه نه احساس گشنگی میکنم نه تشنگی میکنم، ولی دکتر مرا گفته که روزه نگی و این دواها رو بخو و این اوا بخو یا اینی در هر چند ساعت این یک کم غذا بخو. او نظر دکتر متخصص، ما اگر یقین کردیم که واقعا نظرش تخصصی است او رو باید بگیریم، ولی ما احساس گشنگی نداریم.
خب سلام، وقت بخیر. اگر کسی در روزه جماع کنه حکمش چیست؟ ما اون بحث نگفتیم به خاطر یک چیز بسیار واضح هست. اگر کسی نمیتونه در طول روز با همسر خود نزدیک بشه و نزدیکی کامل بکنه به اصطلاح، ولی شب به اصطلاح مثلا شب اشکال نداره، در روز روزه باطل میشه. خب خداوند انشاءالله که از همگان ما قبول بگرداند. بنده هم التماس دعا دارم، همونطور گفتن همه رفتگان ما را خداوند بیامرزد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. برای شادی ارواح طیبه شهدا، علما، بزرگان، اموات این جمع، رحم الله من یقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد.